پی نوشت. کیهان لندن، بزرگترین دستاورد انقلاب برای نسل‌های جوان، نفی جمهوری اسلامی و هر حکومت دینی و ایدئولوژیک. پی نوشت: از این دستاورد مهمتر و بهتر، آزادی تفکر. هکرها با پاتک شبانه به وبسایت روزنامه‌های قانون، ستاره صبح و آرمان خبر مرگ علی خامنه‌ای، رهبر موقت نظام مقدس را منتشر کردند. پی نوشت: خبر مرگ ایشان هم مانند رهبری ایشان موقت بود. البته تکذیب خبر مرگ موقت ایشان هم موقت خواهد بود. به ستاد استهلال در سال 1397 مبلغ 14 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شد. پی نوشت: 14 میلیارد تومان فقط برای 2 ساعت کار در سال بالای پشت بوم. ابراهیم حاتمی کیا، 30 بهمن 1392: من فیلمساز وابسته نیستم. همان ابراهیم حاتمی کیا، 22 بهمن 1396: من فیلمساز وابسته هستم. پی نوشت: معنی فیلمساز مستقل از دیدگاه برادر حاتمی کیا. مستقل یعنی چرا کسایی رو به صدا و سیما راه میدن که گاهی یه انتقادی حتی مختصر به فیلمای مقدس برادر حاتمی کیا میکنن. مستقل یعنی حتی خدا هم فقط ایشون و همفکراشون رو آفریده و بقیه رو، که تازه این برادر میخواد شکایتش رو پیش خداشون هم ببره. این روزا آدم هر لحظه یاد قزوین و سنگ پاهاش میافته. نتایج یک نظرسنجی حکومتی: 75% مردم از اوضاع کشور ناراضی هستند. پی نوشت: حساب کنید اگه نظرسنجی حکومتی نبود، 75% به چند درصد تبدیل می شد؟ علی ربیعی وزیر کار در بهمن ماه سال جاری: برای 9 میلیون دهه شصتی باید کار ایجاد کنید. همون علی ربیعی یک ماه قبل: بیکاری دهه شصتی ها نمی گذارد اشتغال زایی ما حس شود. پی نوشت: کلن آقایون از صورت مسئله شاکی هست، ولا بند خدا که دارن به این خوبی برای امت اسلامی انجام وظیفه میکنن. دولت روحانی پولی برای خرید بوینگ و ایرباس ندارد. پی نوشت: یه تعداد هواپیما برای حمل آقایون لازمه که خدا رو شکر موجوده. برای بردن محموله های بلاعوض به سوریه و یمن و عراق هواپیما هم نبود مسئله نیست، از روش های سنتی استفاده میشه. احمد توکلی: اگر با فساد مبارزه نشود، قطعا جمهوری اسلامی سرنگون می شود. پی نوشت: یه وسیله‌ای هست به نام سوپاپ اطمینان نظام که مدتی زنگ زده و دیگه عمل نمی کنه. جناب توکلی، چند وقت پیش هم یکی دیگه از همکاران جناح بغلیتون از این حرفا زده بود. اگر این سوپاپ ها عمل می کردن که مردم توی چشتون زل نمی زدند و بگن براندازم. پی نوشت.